بسم الله الرحمن الرحیم. امیر حسین هستم از بلژیک. ضمن عرض سلام و ارادت خدمت استادان و برادران عزیز جناب آقای انصاری و آقای سلیمانی و سایر همکاران، میخواستم مطالبی را خدمت هموطنان عزیزم در ایران عرض کنم. در دنیا هر چیزی را با یک ترازو اندازه‌گیری و وزن می‌کنند و در اسلام ترازو قرآن است. معیار قرآن و سنت رسول گرامی است. شما که شرک ورزی می‌کنید، حضرت مهدی و اهل بیت را مدبر لیل و نهار می‌دانید و رئیس جمهور شما، البته رئیس جمهور سابقتان احمدی نژاد می‌گوید امام زمان جهان را مدیریت می‌کند، این شرک است. شما میگویید حضرت علی رضی الله عنه امام منصوص است و از طرف خداوند. میگوییم دلیل، میگویید خدیر خم من کنتم مولا و هازا علی و مولا، در صورتی که نمیدانید یا خود را به ندانستن زده اید. زبان عرب زبانی است بسیار فصیح و بلیغ که هیچ زبانی در دنیا با آن نمیرسد. اگر پیامبر که رحمت للعالمین هست در قدیر و خم میخواست جانشین اعلام کند، باید میگفت من کنتم مولا و هازا علی و مولا وسی و خلیفتی من بعدی. بعد میگویید در زمان رحلت کاغذ قلم میخواست که جانشین تعیین کند ولی عمر نگذاشت. مگر در زمان رحلت و مریضی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علی و فاطمه در آنجا حضور نداشتند؟ خب آنها کاغذ قلم می آوردند. ما موحدین که قبلا مشرک بودیم متوسل به قرآن و سنت رسول اکرم هستیم. پیامبر فرمود هر که در دین من بدعت بگذارد گمراه است و هر گمراه در آتش جهنم. از آن را که خداوند به پیامبرش وحی نمود دست بردید، شهادت ثلاثه را در آن گذاشتید و از مخلوق خدا کمک می‌خواهید و از او یاری می‌طلبید. کمی فکر کنید، کمی تعقل کنید، به خود آیید، خود را به جهنم نیندازید، خسرت دنیا و الاخره نشوید، کمی تعقل کنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما برادر عزیز و دلسوزیتون نسبت به هموطنها.